با هر صدایی که میشنوید لطفاً رو سیم اولتون مضراب بزنید، یعنی روی سیم دو. با هم دیگه بریم، 7 تا مضراب راست روی سیم دو بزنید و 8 رو سکوت کنید. میزنیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 سکوت. یه بار شما بزنید، من میشمارم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 سکوت. با هم دیگه بزنیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 سکوت. این تمرین واسه اینه که شما بتونید روی یک تمپو مشخص یک صدای یا یک نواخت از سازتون بکشید بیرون. سعی کنید این 7 نوت دوی رو که دارید میزنید همش رو یک نواخت بده، یعنی صدای یک نواختی داشته باشه، یکیش بلند، یکیش کم، یکیش زیاد نباشه و همش توی یک رنج صوتی و با یک حالت مضراب زده بشه. بریم سراغ بعدیش. همین کار انجام میدیم، 7 بار روی نوت سل یعنی سیم دوممون مضراب میزنیم. بریم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 سکوت. یه بار شما خودتون بزنید، من میشمارم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 سکوت. با هم دیگه بزنیم لطفاً 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 سکوت. این تمرین رو در روز انجام بدید، فقط رو سیم اول و سیم دومتون با یه تمپو مشخص. مثلا ما تمپومون 40 بود، 2/4 تمپو 40 بشینید فقط روی مضرابتون کار کنید، مضراب راست روی سیم اول و مضراب راست روی سیم دوم. وقتی که این کار رو ترمیز انجام دادین تو این یک هفته، بعدش بیاین سراغ یک کار جدیدتر. همین حالت رو ما به صورت چنگ میخواییم انجام بدیم، یعنی تمپومون همون 2/4 فقط به شکل چنگ میخواییم اجراش کنیم. و برای که بخواییم چنگ اجرا کنیم، مثلا روی سیم اول چنگ اولی مضراب راست، چنگ دومی مضراب چپ رو بزنید. پس میشه 1, 2, 1, 2, 1 سکوت. یه بار با تمپو میریم با هم دیگه 1, 2, 1, 2, 1 راست چپ راست چپ راست سکوت. همین تمرین رو رو سیم سل هم انجام میدیم با مضراب راست و چپ 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 سکوت. با سرعت آهسته تر میزنم، هم رو سیم اول هم رو سیم دوم 1, 2, 1, 2, 1 سکوت. روی سیم دوم 1, 2, 1 سکوت. این برای تمرین مضراب راست و چپ بود. سیمامون هم دست باز بود، چیزی انگوش گذاری نازم نبود انجام بدیم.